سلام دوستان، امروز 29/1/2023 هست، تقریبا روز آخر ماه ژانویه هستیم. میخواستم که تحلیل بیت کوین رو آپدیت کنم و حالا هم دامنست تر چند تحلیلی رو که کرده بودیم توی گروه تلگراممون در حق گذاشته بودیم و تا الان اونجوری که ما تحلیل کردیم پیش رفته و سودای خوبی داده. حالا در خصوص بیت کوین که من گفتم که ما منتظر هستیم به 23,924 بیاد، گفتم یه تایم فریم 4 ساعته اومده اینجا و یواش یواش خودشون میکشه بالا و طبق تحلیل ما داره پیش میره که خب از اینجایی که گفتیم تقریبا تا اینجا تا همین جایی که الان هست 5% بدون لیوریج اومده بالا و ما منتظریم که اینجا رو بزنه روی اینجا تریگر شورت بهمون بده بتونیم وارد چین برای پوزیشن شورت. عرضم بودتون خب چیزی که الان تایم فریم 4 ساعتی میبینیم، اینیم اینجا خب اومده بالا، یه بیسی درست کرده، یه رالی دوباره انجام داده، یعنی کنی رالی بیس، یه رالی یه بیس و این بیس، یعنی به فاصله این بیس و این بیس میبینیم فاصلهش خب نسبت به اینا خیلی کمتره، یعنی این روند اینجا دیگه نسبت به اینجا خسته شده، یعنی روند کمتره. اینجا هم میبینیم خب اصلاح زمانیش هم بیشتر از اینجا بوده و اینجا دیگه خیلی داره سخت بالا میره و فروشنده ها تو این زمان اینجا بیشتر شدن و اینجا با توجه به اینکه تو روزانه ببینیم، میبینیم که اینجا تو این محدوده مقاومت مهمی هستش، حتی تو گذشتهش هم مقاومت مهمی بوده، میبینیم اینجا مقاومت مهمی بوده رو به 24000 تا 24300 و RSI هم که باز کنیم توی روزانه می‌بینیم با اینکه از اینجا در حقیقت بالاتر رفته، اینجا یه حالت واگرایی رو داریم. توی تایم فریم 4 ساعت هم خب این واگرایی مشهودتره، می‌بینیم که تایم فریم 4 ساعت هم فعلا به این خط روند ما توی RSI احترام گذاشته و اومده برگشت داده و بعد ببینیم خب نزولش رو انجام میده یا نه و از همین مقاطع حتی میشه با لیوریج پایین و با حجم کم شروع کنیم پوزیشن شورت ها رو باز کردن تا محدوده 24100 استاپمون هم بذاریم 24400 24500 که تقریبا یک استاپ مثلا میانگین قیمتمون میشه 23700 23900 یه تا 23 تا 23 تا 24 مثلا 500 مثلا 2% 2.5% استاپمون میشه. خب اولین جایی که میشه تیپیمون باشه، اولین تیپیمون میشه کجا؟ تیپیمون میشه اولش اینجا که میشه 12%. یعنی چی؟ یعنی میتونیم یک پوزیشن شورت اینطوری داشته باشیم با مدیر از سرمه با لیوریج پایین، حداقل واسه اینجا استاپمون هم میشه چند؟ استاپمون هم میشه 24500، یعنی یه 3.5% چیزمون هستش در حقیقت، 3.5% استاپمون هستش و 13% تیپیمون هستش، یه پوزیشن خوبی بمونده و از همین جاها میشه کم کم پوزیشن های شورت رو باز کنیم با حجم کم، با لیوریج کم و هرچی رفعات حجم بهش اضافه کنیم. و خب حالا طبق تحلیل خودمونم باز توی دامیننس تتر هم بریم نگاه کنیم. دامیننس تتر رو همونطوری که تحلیل کردیم رو این دامیننس تتر هم رو RSI واگرایی رو داریم میبینیم، یعنی چنین میتونه رشد کنه رو به بالا و همین الان میبینیم که به این خط روند RSI ما احترام گذاشته، برگشت داده به خط روند RSI ما و میتونه از اینجا حمایتش بره بالا. اینجا که ما گفته بودیم که یک حمایت مهم میداریم تو همین محدوده و توی کدوم محدوده؟ توی این محدوده و از این محدوده انتظار داریم که برگشت بخوره با توجه به روند ریزش شارپی که اینجا داشته و اینجا دیگه اون روند ریزش شارپ نبوده و خستگی در حقیقت روند معلومه و میتونه حتی خب تا این محدوده ها یک بالایی بزنه دوباره اصلاح کنه و بعد حتی اگه بخواد بریزه بریزه. پس فعلا توی دامیننس تتر و بیتکوین فعلا تا طبق تحلیل ما پیش رفته و ما انتظار داریم حتی اگه این خط روند که شکست کولبکی به این بزنه واسه ما یه پوزیشن شورت میده، بعدش میایم بررسی میکنیم دوباره پوزیشن لانگ یا نیم لانگ بگیریم نگیریم تا کدوم محدوده برمیگرده. در توتال هم میبینیم که توی توتال هم همین اتفاق افتاده، یعنی توتال هم ما
همون محدوده مقاومتی که در نظر گرفتیم اومده و همون اتفاق افتاده. و از اینجا ما با توجه به اینگولفی که این زیر شده و خستگی روندی که اینجا داشته انتظار برگشت رو داریم. پوزیشن های شورتون رو از الان باز میکنیم. من خودم روی 23,510 با یک لیوریج 10 با یک حجم کم پوزیشن شورتم رو باز کنم و هرچی بره بالاتر حجمم رو بیشتر میکنم و مدیریت سرمایه دارم و حتی اگه حساب بخورم روی حسابم چیز نیست، چون هم توی سودش تا اینجا اومدم 5% بدون لیوریج گرفتم، در قبل لیوریجم کم بیشتر بوده ولی خب بدون لیوریج میگیم مثلا 5%. روی ارز در حقیقت کوتی، روی ارز کوتی که تحلیلش رو توی گروه تلگرام گذاشتم که گفتم از اینجا فشار فروشش هستش و میریزه، میبینیم که از همین جایی که گذاشتیم اصلاح کرده. خب من با لیوریج 10 گرفته بودم، تا اینجا نگاه کنیم 15-150% من از سود بده و بسته هم شات های سودش رو توی گروه تلگرام گذاشتم و خب سیو سود کردیم. مطمئنن از اینجا 750% با کل سرمایه‌ای که وارد اون پوزیشن شده بودم نموندم و هر 50% من سیو سود میکنم در حقیقت. پس کتی هم نسبت به همون تحلیل ما پیش رفته و انتظاری که داریم اینه که به این محدوده برسه. حتی اگه بخواد بره بالا از این محدوده اصلاح کنه، از این محدوده بره بالا. در خصوص ارز کادنا، کادنا هم که تحلیل کرده بودیم، ارز کادنا هم به همون محدوده مقاومتی که ما خواستیم رسیده. یعنی من گفتم 4 ساعته اینجا بود موقعی که صحبت کردیم، میبینیم که هنوز هستش. گفتیم ورودمون رو این محدوده هستش، استاپمون رو این محدوده هستش، رو این مقاومت اینجا یک سیو سود میکنیم و خب تا اینجا هم اومده، تا این مقاومت هم اومده که اینجا دیگه باید پوزیشن بسته میشده در حقیقت. و خب چیزی که می‌بینیم کادنا هم تقریبا به اون 20% داده بدون لیوریج، یعنی با لیوریج 2 یا لیوریج 3 می‌تونستیم تقریبا 60-70% سود بگیرن کسایی که گرفتن. چون حالا من از تو اسپات چون بایننس فیوچر نداشت تو اسپات گرفتم، 20% تو اسپات بهم داده. ارز لونا هم خب که مقاومت حمایتش رو گذاشته بودیم، می‌بینیم که همون طوریه، یعنی تو این حمایت‌ها می‌بینیم پولکش رو زده اومده اینجا، دوباره اینجا میتونستیم بگیریم تا اینجا سودش رو کرده باشه. فعلا دیگه تو پوزیشن لانگ نمیریم، صبر میکنیم بازار تو مقاومت هستش، صبر میکنیم بازار مقاومتش رو ببینیم چه کاری میکنه، بیشتر از شورت و پوزیشن شورت ها اونو باز میکنیم و انتظار داریم حداقل بیت کوین تا محدوده برای اولین جایی که میخواد برسه اپ تی پی اول اون 22,400 و بعدش در حقیقت 25,000-26,000 باشه و موتور همچین روندی هستیم که یک اصلاحی ما اینجا ببینیم. روز خیلی خوبی داشته باشین. اگه سوالی دارین کامنت بذارین واسه ما زیر ویدیوها و ما به سوال شما حتما جواب میدیم. اگه تحلیل ارز خاصی میخواین بنویسین تو کامنت ها، ما تحلیلش واسه تون میذاریم و اگه دوست داشتین ویدیوی ما رو لایک کنیم و ما رو به دوستاتون معرفی کنیم. روز خوبی داشته باشین، پرسود باشین.